تا حالا به این فکر کردین از یک سیستم عامل قدیمی تو سالی که دارید زندگی میکنید استفاده بکنید؟ این فکر بارها به سر من زد، با ویندوز XP این کارو انجام بدم، با ویندوزهای دیگه این کارو انجام بدم، آخرین باری که این کارو انجام دادم با ویندوز ویستا بود که داشتم دیوونه میشدم. یکی از ویندوزهایی که خیلی دوست داشتم این کارو باهاش انجام بدم ویندوز فون بود. این گوشی جیگر که من بهتون قول شده بودم آوردمش، آخرش خیلی خوبه، گوشی خیابون میگیری دستت، اگر خفگیر نزنه یکی رو باهاش مخ تونستی بکنی حداقل یه عکس بگیره، صورتی دیگه جیگری خانم پسند. ویندوز فون 8.1 روش داره. متاسفانه ویندوز فونی که من داشتم هیچ وقت به ویندوز موبایل 10 آپدیت نشد، ولی خب یه جایی بعدم کلا دیگه مرد، یعنی هیچ اپلیکیشنی دیگه براش نمیشه دانلود کرد، هیچ کاری هم باهاش نمیشه کرد، ولی خب دلیل نمیشه من ازش استفاده نکنم. بیام ازتون تعریف بکنم ببینم که چه جوریه این داستانا. پس بریم یه بررسی خیلی کوچولو جمع و جور از یک سیستم عامل منسوخ که اسمش ویندوز فون 8.1 تو سال 2023 داشته باشیم. خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که باتری یک گوشی بعد از این همه سال حالا توی گنجه خاک خوردن بالاخره داره میمیره، درسته یا مرده یا اصلا تموم شده، ولی همچین چیزی نیست. از اونجایی که من یه آدمی هستم که حواسم به جور چیزا هست، موقعی که می‌خواستم گوشی رو خاموش کنم و بذارم گوشه و خاک بخوره برای خودش، اینقدر خاک می‌شه همیشه، باتریشو تا 50% شارژ کردم، گذاشتم توی یه جای خنک، نه یخچال نه فریزر، ولی یه جایی که از دمای اتاق فاصله داره، چون باتری تو دمای اتاق اگه هم 100% باشه خیلی زود دیگه عمرش رو از دست میده، یعنی علاوه بر اینکه شما ازش استفاده نمی‌کنی اونم داره خب میگه من که دارم یواش یواش عمرم از دست میدم، بذار آروم برای خودم یه جای اون گوشه ها بمیرم. در نتیجه باتری این گوشی عین روز اولش کثافت محضه، چون همون موقع هم که این گوشی نو بود باتریش خیلی باتری جدید جذابی نبود، یه باتری خیلی کوچولو جمع و جور داره، بعد در حد مثلا یه 5 6 ساعت با شما جواب میده که بخوای استفاده بکنی ازش، حالا هر کاری میخوای بکنی 2 5 6 ساعت بعد انجام بدی، 5 6 ساعت اسکرین تایم ها، یعنی مثلا شما میتونی بذاریش یه گوشه برای خودش همینجوری بمونه دست نذاری بهش، ولی فردا صبح که مثلا میخوای آلارمت زنگ بخوره برش داری ببری مثلا باز سر کار و مدرسه و اینور اونور، یا میبینی مثلا 12% بیشتر باتری نداری. بعد فست شارژ هم که نداره، سرعت شارژش هم یه چیز خیلی مسخره ایه، با انکر 27 واتی تقریبا 3 ساعت طول کشید تا اینقدر گوشی باتری شارژ بشه، چون فست شارژ نه چیپستش پشتیبانی میکنه نه یه جای دیگه، میکرو یو اس بی هم که کلا تهش 10 واته، درسته؟ پس باتری این گوشی عین روز اولش کثافته، ولی خب همون کثافتی رو من تونستم نگه دارم تا الان از سال 2013-14 تقریبا. مورد بعدی خود سخت افزاره. سخت افزار این گوشی خب خیلی جدید نیست، یعنی همون چیپست اسنپدراگونی بوده که همون موقع بوده هنوز هم همونه، ولی خب هنوز سیستم عامل رو به سادگی و عین کره ران میکنه، یعنی اصلا شما باورت نمیشه S23 اولترا رو بذار اینور، آیفون 14 رو بذار اینور، این ویندوز لومیا 620 هم بذار اون وسط، انقدر این روون این بچه اجرا میشه اصلا خم به ابرو نمیاره. اون موقع که میشد روش بازی نصب کرد من آسفالت 9 و 8 رو این اجرا میکردم بدون لگ، یعنی حمید اینجا تو بررسیاش میومد میگفتش که آسفالت روی مثلا جدیدترین گوشی اندرویدی لگ میزنه، این بدبخت عین چی اجرا میکنه، ولی خب الان متاسفانه هیچی روش نمیتونی نصب کنی، پس اینم میره اون بر. ولی خود سیستم عامل و سخت افزار که بذاریم کنار هم خیلی چیز خوبیه، یعنی اصلا من باورم نمیشه که این فرصت طلایی رو مایکروسافت چجوری انداخت رو سطل آشغال و گفتش که کلا ویندوز موبایل حالا آخرین نسلش باید بره تو زباله دونی تاریخ. این تقطوقات بارونه، اگر واسه تون سوال پیش میاد 1% شنیدینش بارونه، داریم یه ذره شیرونی خیلی فضای معنوی موقع ضبط ما، ولی در صورت خیلی سیستم روونی داره. اون لایو تایل ها اگر اینفورمیشن یعنی اطلاعاتی روی این گوشی باشه که بهتون نشون بده خیلی خوب به موقع سر جاش نشون میده، اپلیکیشن ها اگر باز بشن یه سریاشون به درستی اون چیزی که باید نشون بدن رو بهتون نشون میدن، همه چی داره، همه چی خیلی چی میخندی تا رجوع اون زیر زیر ببریم اونجا بعد میذاری میز ندارم. آره ولی در صورت سیستم خیلی روونه، کورتانا هنوز هست، هنوزم میشه یه کاری باش کرد، ولی خب عمدتاً چون سروراشون از دسترس رفته دیگه محدود به همون کارهایی که روی خود گوشی میشه باش انجام داد، و تنظیماتش هم هنوز خیلی گیج و یعنی گیج میشین شما، سردرگمتون میکنه انقدر که همه چی شلخته است، یه چیز یه جاست و وی پی ان هم روش کار میکنه، شاید باورتون نشه اگر پروتکلی داشته باشید روش کار میکنه، قشنگ راحت میتونید به هیچ جا ازش استفاده نکنید، چون نه توییتری وجود داره نه اینستاگرامی نه تلگرام، هیچی روی این اپلیکیشن نصب نمیشه. که میرسیم به بحث اپلیکیشن ها، اصلا آیا اپلیکیشنی هست که رو ویندوز فون تو سال 2023 کار بکنه غیر از اون چیزایی که شما موقع ریستارت کردن ریست کردن گوشی
درتون قرار میگیره. خیر، هیچ اپلیکیشنی وجود نداره، یعنی عملا هیچ کاری با این گوشی نمیتونی انجام بدی جز اینکه تو شماره سیف کنی و زنگ بزنی و اس ام اس بدی و همین. حالا دوربینش هم دوربین 5 مگاپیکسلیه ولی واقعا حتی نمیخوام کیفیت عکسشو بهتون نشون بدم، یه چیزی کثافتیه واقعا، فراموشش کنید. اپلیکیشن و دوربین هم همه رو بندازید دور، باتری هم که همونه، سیستم عامل هم که تقریبا هیچ چیزی نیست. تنها چیزی که اینجا برام میمونه یک دنیا غصه است. چرا؟ چون ویندوز فون یکی از بهترین سیستم عاملایی بود که میتونست پیشرفت بکنه اگر مایکروسافت اون معیارهای احمقانه رو به شرکت‌های تولید کننده موبایل زور نمی‌کرد. مثل اینی که این سه تا دکمه رو حتماً باید داشته باشه، دکمه بک، دکمه ویندوز، دکمه سرچ. خب اینا رو نرم افزاری هم می‌تونستی بذاری. یا نمی‌دونم رزولوشن نمایشگر حتماً باید اینقدر می‌شد، نمایشگر نمی‌دونم نسبت صفحه‌اش باید حتماً 21 به 9 می‌بود. حتماً باید شما سه تا دوربین، سه تا دکمه اینجا می‌داشتی، دکمه ولوم، دکمه پاور و دکمه شاتر دوربین که این یه دونه به خاطر اینکه اتو فوکوسه تا نصفه میره، بعد یه دونه فشار میدی و عکسو میگیری و خیلی چیز جالبیه. کاش گوشیه الان هم این دکمه رو داشتن دیگه، اینقدر صفحه نمیزدیم. ولی در هر صورت مایکروسافت از فرصتش استفاده نکرد، ولی الان به نظر میرسه داره از فرصتش استفاده میکنه. نمونهش چت جی پی تی و بینگ و ویندوز 11 و نمیدونم چیزایی که از ویندوز 12 داریم میشنویم، آپدیت هایی که برای ویندوز 11 داره معرفی میکنه، به نظر چیزای جالبی و داره از فرصتاش استفاده میکنه. اون گندی که سر این ویندوز موبایل بدبخت زد دیگه اونجا نمیزنه. حالا میمونه این که آیا ویندوز فون بالاخره یه روزی ممکنه دوباره برگرده؟ یعنی من دوست دارم این اتفاق بیفته. بله من دوست دارم، من دوست دارم واقعا ویندوز فون یک سیستم عامل سومی باشه برای این همه، این جلوگیری از این همه انحصاری که اندروید و آی او اس توی بازار به وجود آوردن. ولی مایکروسافت هیچ وقت سراغش نمیره. ولی ویندوز 11 توانایی اینه داره که رو پردازنده‌های آرم هم اجرا بشه و حتی اپلیکیشن درست حسابی هم اجرا بکنه. این فقط کافیه که مایکروسافت بیاد اینو توی گوشی عرضه بکنه دوباره به بازار، که بعید میدونم متاسفانه بعد این آرزو رو با خودمون به گور ببریم. ولی در هر صورت اگر یه دونه ویندوز موبایل یا ویندوز فون یا هر چیز جدیدتر از این هم از این 620 شما 830 و 940 و 940 XL دیگه آخرین چیزای ویندوز فونی بودن و داشتی رو گوشه خونتون افتاده بود، روشنش بکنید، یه حالی باش بکنید، فقط میشه یه دوری زد باش دیگه، کار خاصی نمیشه کرد، یه شماره و یه تماس و البته اینترنت اکسپلورر روش، شاید باورتون نباشه اینترنت اکسپلورر داره باز میکنه وبسایت ها رو با جون کندن، ولی بالاخره باز میکنه. یه استفاده بکنید، یه تجدید خاطره باش بکنید، دوباره خاموشش کنید، باتریشو تا 50% نگه دارید، در بیارید بذارید روش، بره برای خودش یه گوشه بمونه تا 10 سال بعد بیام بگم آیا از ویندوز فون میشه در سال 2033 استفاده کرد یا نه. خب جواب نهایی من اینه که نه، نمیشه استفاده کرد. ولی خب دلیل نمیشه که ما این ویدیو رو واسهتون نسازیم و بهتون بگیم نه نمیشه استفاده کرد. شورتسش هم میشه درست که آیا از ویندوز فون در سال 2003 میشه بعد استفاده کرد؟ نه. شما میتونید ولی اگر به من بگن تو یک دقیقه بگو نمیتونم، نه رو آخر یه دقیقه میگم. پاموزه به خودتون باشید، سعمل اصلی ویدیو رو فراموش نکنید. یه ویدیوی دیگه هم بین این دارم، اونم نوستالژی یکی دیگه از دیوایس هامه که اونم میتونید هفته بعد نگاه بکنید. پاموزه به خودتون باشید تا ویدیوی بعدید.